چیزی رو نگید که گفتنش اهل سنت رو تحریک میکنه مثلا اهانت نمیدونم حتی همین الفاظی که الان گفتید اینها از نگاه مرجعتون چک کنین آقاین مراجع عموما نظرشون اینه من حالا چون هم توفیق دارم شاگرد آقا هستیم و بالاخره درس ایشون شرکت مثل خیلی ایدیه که شرکت میکنم بهر از درس ایشون بردم و میبرم و دیدگاهاشون اطلاع دارم و تو لازمای وحید این دوتا نگاه رو بیشتر از بقیه میدونم حتی آقای وحید نظرشون اینه که تحریک اهل سنت حرامه کاری کنید که حتی ناراحت شد ولی شما فرمایشات و مقام معظم رهبری رو در طول این سالها تو قدیر یه بار جمع کنید ببینین به این چی گفتن شما در اثبات ولایت مولا حرف بزنید حرف نزنید خیانت کردین توضیح بدیم به دیگران اهانت نکنیم چون اهانت به دیگران مشکلی از محل میکنه شما بگید آقا اینی که جناب آیشه احترام از تا میخوای بهش بذاری این که ایشون گفته رسول خدا سرش رو پای من بود از دنیا رفت و در مورد هیچ کسی وسیعت نکرد این سخن آیشه دروغه خیلی راحت نیاز ندارد شما چیزی بگین این سخن نادرسته امیر المومنین سخن درست رو گفته و همه نقل کردن که پیغمبر تو بغل من جون داد شما منابع اهل سنت اصلا کتاب شیعه رو بذارید کنار تو تمام کتب اهل سنت مجامع روایی اهل سنت نگاه بکنید ترمزی میگه از آیشه پرسیدن که رسول خدا چه کسی رو از همه بیشتر دوست داشت قالت فاطمه فاطمه رو از همه بیشتر دوست داشت سوال کننده فهمید که جواب و کامل نگفت خیلی رند بود گفت و من رجال از مردا کی قالت قشنگ انگار یک خبرنگار حرفه‌ای رفته از این خانم سوال کرده محبوب ترین فرد برای پیغمبر که فاطمه فوری و من الرجال قالت زوجها لانه سوام قوام به خدا قسم این که میگه زوجها میخواد کلمه علی از دهنش بیرون نیاد موقع که خبر شهادت امیر المونین بهش رسید یه شعری خون گفت اسا تو بنداز که به مقصد رسیدی اسا چوب دستی سفری که مسافر میگیره دستش گفت دیگه به مقصد رسیدی و کنیزی که خبر آورد آزاد کرد و چه کرد و اینا میخواد اسم علی رو نیاره میگه زوجوها یعنی گفتم فاطمه شوهر فاطمه رو بین مردا از همه بیشتر دوست داشت برای اینکه که لعنهو سوامون قوام این لعنهو رو من قول خودش داره میگه برداشت خودش رو میگه چون علی از سوم و قیام و سلات و از همه چی علی بالاتره علی محوره